سلام عرض میکنم به بینندگان و علاقمندان سایت شما و فرانسوی هایی که این سایت رو دنبال میکنن و سینمای ایران. من خودم حقیقتش رو بگم برای شما، احساس میکنم که توی سنگر اول دارم شمشیر میزنم. برای من یک مبارزه است و اینکه چه جوری میتونم این فضا رو به یک حدی گسترش بدم که مستندسازهای دیگه هم بتونن از این امکان برای اکران فیلم هاشون توی اروپا و کشورهای دیگه استفاده کنن. به خاطر همین حقیقتش به شما بگم تو این چند وقت بیش از 3-4 ساعت شبانه میخوابم، دارم کار میکنم، دارم تمرکز میکنم که به بهترین شکلی بتونم این دوره رو پشت سر بگذارم، چون فکر میکنم که این دوره دو هفته ای اکران این فیلم مستند نه برای من که برای سینمای مستند ایران که من یکی از نمایندگان کوچیکش هستم و اینجا در مقابل دوربین شما نشستم بسیار بسیار مهمه. من برای اینکه این فیلم رو بسازم وقت زیادی نداشتم که با این بچه ها به سر ببرم. دو روز قبل از فیلم برداری دیدمشون و 12 روز باشون کار کردم. تمام مقدمه ها رو حذف کردم تو اون 2 روز و رفتم و درگیره بهشون گفتم تو چیکار کردی اومدی اینجا و سریع با اینا ارتباط برقرار کردم. یک فیلم دیگه ای ساخته بودم، اون فیلم رو به این بچه ها نشون دادم بدون اینکه خودم حضور داشته باشم و اتفاق مهم دیگه این بود که کار کردم. من سالها بازیگر تئاترم، از تئاتر اومدم، سالها تئاتر بازی کردم و بیشتر فیلم هم راجع به زن ها و بچه هاست. اینه که میدونم چجوری کار کنم با این دو گروه و از تمام تجربیاتم استفاده کردم و سعی کردم به هیچ وجه ترحم و دلسوزی نکنم و مثل یک کودک و با صداقت باشون رفتار کنم. بچه هم خیلی بچه های باهوشی هم، تجربه زیادی دارن تو زندگیشون و صداقت رو میفهمن و خیلی همراهی کردن. اون 2 روز قطعا برای اینکه من باشون آشنا بشم کافی نبود. توی تک تک روزهایی که ما فیلم برداری میکردیم هی رابطه ما عمیق‌تر و عمیق‌تر شد. ما وقتی حرکت کرد ما فهمیدیم که داریم میریم به سمت دریا، ولی قبل از این توی صحبتهایی گفتن که بچه ها میخوام شما رو ببرین دریا. اون روزی که میخواستن برن باز گفتن که اونجا به ما اون ویلا رو نمیتونن بدن، شاید مسیر عوض بشه. و هر طرفی که میرفتن من بر اون اساس قصم پیش میرفت، یعنی برای من خیلی مشخص نبود ولی مطمئن نبودم که کجا میره. ولی یه اتفاق دیگه که به وجود اومد این بسته بودن و توی یک فضای محدود بودن و باز بودن و گستردگی دریا، این کنتراست رو دوست داشتم وقتی این اتفاق افتاد و به سمت دریا رفتیم. خیلی خوشحالم چون اخیراً انیان توی یک صومعه و ابعی فیلم من نمایش داشت. 2 تا فیلم بود که یکیش فیلم من بود و یکیش فیلم 400 ضربه تروفو و این هم باعث افتخارمه و هم این که به هر حال تروفو استاد مسلم سینماست، نوع سینما شما خیلی دوست دارم و نشون میده که این مشکل کماکان وجود داشته سالهای سال پیش، حالا وجود داره و وجود خواهد داشت. و یه اتفاق خوب این بود که جایی فیلم من تو انیان نشون داده شد که اون صومعه تبدیل شد به کانون اصلاح و تربیت دهه 80 برای بچه های بزهکار و یک جوری دار و تعدیب شد و من روی دیوارهای جای سالونی که فیلم من نشون داده میشد پر عکس های دوران گذشته این بچه ها بود و عکس هایی که یک عکاسی جدیدن گرفته بود از باقی مانده اون فضا و این خیلی رو من تاثیر گذاشت. 3 تا هنرمند اونجا داشتن کار میکردن، یکی نویسنده بود و شاعر، یکی ویدیو آرتیست بود و یکی عکاس که اون دوره رو داشتن روش کار میکردن و اثر هنری تولید میکردن. و من خیلی خوشحال بودم که توی ایران جزو اولین کسی هم که تونستم برم تو کانون اصلاح و تربیت 2 تا فیلم اونجا بسازم. خیلی سخت بود مجوز گرفتن، به من اعتماد کردن و این فیلم ها رو ساختم و مشترک شدم توی یک تجربه جهانی
بین فیلمسازهایی که به جوانها و نوجوانهاشون که به زه و جرمی مرتکب شدن فکر میکنن و فیلم میسازن راجبشون و سعی میکنن این فیلم ها رو بدن بیرون که جامعه جهانی به این مسئله و مشکلاتی که این مسئله میتونه بعدا تبدیل به بحران بشه فکر کنن و برای اون راه چاره ای بیندیشن.